دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست ها و ناکامی های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره گیری از سیستم های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش داوری های فرقه ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. من آرش مهدوی هستم از نروژ، یکی دیگر از برنامه‌های نهاد مردمی که هدیه ای از جنبش فردا به نهاد مردمی هست رو برای شما عزیزان اجرا می‌کنم. امشب هم چون شب‌های گذشته دوستانی در اتاق‌های کامپیوتری بیلوکس و پالتاک با ما هستند که صدای اونها رو هم خواهید شنید. هم میهن رو میگیرم. امروز دیکتاتور بزرگ خامنه‌ای به شهر قم رفت و خوشبختانه همان گونه که انتظار میرفت با برخورد و استقبال بسیار سرد هم میهنانمون در قم مواجه شد. البته همونطور که میدانید این خواسته همه دیکتاتورهاست که با خودشون مزدورانی رو میبرند یا متاسفانه به زور کسانی که در کارمندان ادارات هستند یا بچه های مدرسه ها رو میبرند. و از همه جالبتر نکته‌ای که امروز به چشم میخورد این بود که مصباح یزدی پای دیکتاتور بزرگ رو بوسه زد و این نشون دهنده این هست که دوستان عزیز، این افراد برای قدرت و برای پول هر کاری میکنند. همان گونه که همیهنان عزیز مطمئنن در جریان هستند، تا چند روز آینده مسئله شروع گرانی های بسیار زیاد به دلیل سیاست های بسیار غلط جمهوری اسلامی و بالاخص محمود احمدی نژاد گریبانگیر جمهوری اسلامی رو محکم تر میگیره. امروز دیکتاتور بزرگ خامنه ای در قم اعلام کرد که 40 میلیون جمهوری اسلامی رأی دادن در کودتای گذشته و همینطور اعلام کرد که این میکروب‌ها که منظور این فرد کثیف ملت ایران بودن کاری نمیتونن بکنن، در صورتی که باید بدونه و مطمئن باشه که هیچ راهی برای جمهوری اسلامی و این سیستم دیکتاتوری نیست بجز راهی که تمام سیستم‌ها و حکومت‌های دیکتاتوری در تاریخ طی کرد. هم میانان هست تقریبا 35-6 روز از افتتاح
طرح نهاد مردمی میگذاریم. البته همان گونه که مطمئناً در جریان هستید، هنوز ما به هیچ وجه نهاد مردمی رو آغاز نکردیم و هنوز در فاز اولیش هستیم و منتظر هستیم که 100 نفر از اشخاص با هویت شخصی که خوشبختانه تا امروز 43 نفر با هویت شخصی و بیش از 549 نفر در کل در مجموعه طرح نهاد مردمی هستند و ما منتظر هستیم که این 100 نفر تکمیل بشه تا بتونیم نهاد رو ثبت کنیم و از اونجا با هم حرکت کنیم. من روی این مسئله باز تکیه میکنم همیانان عزیز، برای عضو شدن در نهاد مردمی که یک نهاد هست متشکل از مردم ایران، نیاز نیست که شما سیاستمدار باشید، نیاز نیست که شما وارد باشید به تمام مسائل سیاسی. تنها چیزی که نیاز هست این هستش که قلبتون برای ایران بتپه و برای آزادی ایران، برای آزادی ایران روی این باز تاکید میکنم مایل باشید در کنار دیگر هممیهنان در قسمت‌های مختلف در جایی که تخصصتون رو میبینید بتونید همکاری کنید و این یک پلتفرمی هست که ما آماده داریم میکنیم برای این همکاری‌های مشترک، همکاری‌هایی که متاسفانه در طول 32 سال گذشته هنوز تکمیل نشده بود. ما باز تشکر می‌کنیم از تمام کارهایی که در این مدت 32 سال انجام شده، ولی در هیچ زمانی ما نتونسته بودیم پلتفرمی داشته باشیم که در روی اون پلتفرم زن، مرد، کودک، سیاستمدار، افراد متخصص در قسمت‌های مختلف، کارگر، معلم، دانشجو بتونن با هم برای رسیدن به یک هدف و 5 اصل همکاری کنن. دوستان عزیز، مطمئنن همه ما در یک چیز اتفاق نظر داریم و اونم این استش که بانوان عزیز ایرانی، این زنان شیردل چگونه در مدت این 32 سال، مخصوصا در این 1-2 سال اخیر بیشترین زحمت رو کشیدن و بیشترین نقش رو داشتن در جنبش و این یک خار بسیار بزرگی بوده در چشم جمهوری اسلامی و حکومتگران جمهوری اسلامی. هر کاری کردن که نقش این زنان رو کمرنگ کنن نتونستند و بسیار هست فیلم ها، عکس ها که نشون میده چگونه این زنان با مقاومت، با بسیار مسئله اساسی این که با استواری در برابر حکومت استبداد ایستادند. همین الان همه ما نگران سرنوشت بسیاری از این عزیزان هستیم که در داخل زندان هستند، به عنوان نمونه خانم ستوده که یک وکیل مبارز هست. درود به شرفش و درود به شرف تمام کسانی که برای آزادی ایران، برای آزادی میهن عزیزمون ایران مبارزه میکنند و خسته نشدند. هموطنان عزیز، ما اجازه نداریم ناامید بشیم، ما اجازه نداریم ادامه ندیم راه ندا آقا سلطان، راه اکبر محمدی و هزاران هزار شهید و کشته‌ای که برای آزادی ایران جونشون رو دادن و تمام کسانی که الان در زندان بزرگ ایران و در زندان‌های دیگه در سرتاسر کشور عزیزمون در بند جمهوری اسلامی هستند. این یک وظیفه بسیار مهم برای تک تک ما هست و ما فکر می‌کنیم مخصوصا در این لحظه که بیشترین فشارها به همیهنان در داخل ایران وارد میشه، این وظیفه من و توی که در خارج از ایران هست که بتونیم ارتباط برقرار کنیم با همیهنانمون در داخل و بتونیم صدای این عزیزان باشیم برای کشورهای جهان و بتونیم صدای این عزیزان رو که در سینه‌شون خفه شده از طرف جمهوری اسلامی بازتاب بدیم برای کشورهای دیگه و برای مردم جهان. این وظیفه بسیار مهم. با هم میریم و به یک فایل که توسط دوست عزیزمون ستاره تهیه شده توجه میکنیم و بعد به یکی دیگر از کشورهای اروپایی میریم، یکی دیگر از یاران با شما صحبت داره. میریم و به این فایل توجه میکنیم. سپاسگزارم.